سرطان هست در دنیا که دلیل اونها شناخته شده. یکی از اون سرطان‌ها سرطان دهانه رحمه. دومین سرطان شایع زنان در دنیا. یک بیماری ویروسی واگیردار که در عین حال سرطان هم هست که یک بیماری غیر واگیره. حالا بیشتر توضیح میدیم بعد از اینکه شما گزارش این هفته دکتر شیده رضایی رو در بخش خیابان سلامت نگاه کردید. سرطان دهانه رحم، بدخیم شدن و رشد غیرقابل کنترل سلولای سنگفرشی دهانه رحم یا سرویکس که در پایین ترین قسمت رحم قرار گرفته. دهانه رحم از راه لوله عضلانی محبل یا واژن به قسمت بیرونی اندام تناسلی زن مرتبطه. طول واژن تقریبا 10 سانتی متر، پس دهانه رحم با یه فاصله کوتاه در معرض عوامل بیرونیه، عواملی که اغلب آلوده است. یکی از شایع‌ترین این آلودگی‌ها ویروس پاپیلومای انسانی یا HPV. ویروس حین آمیزش جنسی منتقل میشه و در دستگاه تناسلی 90% از کسایی که آمیزش جنسی دارن دیده میشه. HPV پس از ورود به بدن وارد سلولای سالم شده و اطلاعات ژنتیکی بیمارش رو درون هسته سلول میبره. رشد غیرقابل کنترل سلولای آلوده به ویروس در دهانه رحم موجب سرطانی شدن اون میشه. زنان مبتلا به این سرطان علامتهای متفاوتی دارن، اما شایع‌ترین اونها درد، خونریزی و لکه‌بینی در حین یا پس از آمیزش جنسی است. در جهان بیش از 500,000 زن سالیانه به سرطان دهانه رحم مبتلا میشن و 290,000 نفر از اونها جون خودشون از دست میدن. این در حالیه که این سرطان به طور معمول رشد کندی داره و در صورت تشخیص زودرس میشه اونو درمان کرد. راه تشخیص زودرس این سرطان نمونه گیری از سلولای دهانه رحم و انجام آزمایش ساده‌ای به نام پاپ‌اسمیر. با مشاهده سلولای نمونه برداری شده در زیر میکروسکوپ میشه ابتدایی ترین تغییرات بدخیم سلولی و وجود ویروس رو تشخیص داد و درمان فرد رو پیش از اون که سرطان از محدوده اولیش خارج بشه آغاز کرد. آمارای سازمان جهانی بهداشت نشون میدن که 80% مرگ و میرهای سرطان دهانه رحم در کشورهای در حال توسعه اتفاق میفته و دلیل اونو نبود برنامه‌های مؤثر پیشگیری از بیماری‌های آمیزشی و غربالگری سرطان دهانه رحم میدونن. دکتر شیده رضایی با ما هستن اینجا. دکتر جان، اول تکلیف ما رو همین اول وقتی معین بکن در مورد واگیر بودن این بیماری. ببین، همونجور که خودت اولی توضیح دادی، سرطان دهانه رحم مثل هر سرطان دیگه خودش یه بیماری واگیردار نیست. به این معنی که اگه یه نفر سرطان دهانه رحم داره، شما باش نشست و برخاست کنی یا هر معاشرت یا هر نوع دیگه رابطه داشته باشی، از اون سرطان دهانه رحم نمیگیری. ولی این سرطان به وسیله یک نوع خاص ویروسی ایجاد میشه که اون ویروس پاپیلومای انسانی یا ویروسی که زیگیل ایجاد میکنه ایجاد میشه که اون ویروسه که واگیر داره. یعنی اون ویروس از طریق کسی که بهش مبتلاست منتقل میشه به دیگری و اون ویروس در بدن اون آدمی که جدیدن گرفتتش ایجاد سرطان میکنه. پس خود بیماری سرطان دهانه رحم واگیردار نیست، عامل بیماری که ویروسه واگیرداره. خب بعد این ویروس چجوری منتقل میشه؟ ولی این ویروس عمدتاً از طریق آمیزش جنسی منتقل میشه. اصلی ترین راهش آمیزش جنسیه که منتقل میشه و میتونه که فرد راه فرعی هم داره. دکتر ببین، آمیزش جنسی البته راه های مختلف داره، ولی خیلی وقتا از طریق بوسه و راه دهان هم میتونه منتقل بشه. برای همین یکی از سرطان هایی که ایجاد میکنه سرطان دهانه که ما یک ماه پیش یه گزارش راجبش داشتیم یاد باشه، و سرطان سایر قسمت های اندام تناسلی زن و همچنین آلت تناسلی مرد هم ایجاد میکنه، ولی بیشتر از همه سرطان دهانه. خب بیا از علائم مقدار صحبت بکنیم با هم دیگه. ببین، علامت هاش خیلی وقتا مبهمه، آدما علامت های متفاوتی دارن، ولی یک سری علائم خیلی مشخص و اصلی داره که خونریزی که خارج از دوره عادت ماهیانه است، خونریزیه که به طور معمول بعد از آمیزش جنسی اتفاق میفته، درد در هنگام آمیزش جنسی و همراه اون خونریزی که بیشتر شکل لکه‌بینیه نه خونریزی شدید، و ترشح غیر معمول خیلی وقتا زیاد، ادرار کردن دردناک، اینا میتونه از علائم سرطان دهانه رحم باشه. اینا علائم خیلی عفونت ها هست، هر کسی این علامت ها رو داره وحشت نکنه بگه من سرطان گرفتم، منتها هر کسی این علامت ها رو داره حتما به دکتر مراجعه کنه. و
بعد چه کسایی در معرض همچین خطری هستند؟ بیشتر کسایی که بیشتر در معرض خطرن در واقع کسایی هستند که رابطه جنسی رو زود شروع کردن و با شرکای جنسی متعدد دارن، چون آدمای تو جامعه خب هر کدوم یه احتمالی دارن برای اینکه اون ویروس پاپیلومای انسانی رو داشته باشن، و اگه شریک جنسی آدم زیادتر باشه خب احتمال اینکه اون ویروس رو بگیره خیلی بیشتر میشه. یه دلیلش اینه. کسایی که کاندوم استفاده نمی‌کنن، اینا احتمال اینکه بگیرن بیشتره. و به طور ناشناخته ای میشه گفت کسایی که سیگاری هستن احتمال ابتلاشون به سرطان دهانه رحم بیشتره. هنوز نمیتونن بگن 100% چرا، ولی واقعا بیشتره. اما دست سیگار همه جا پاش کشیده میشه، احتمالاً در واقع خون رسانی و تبادل خون اکسیژن شریان و ورید چون مختل میشه، میگن مربوط به اینه که خب ویروس بهتر میتونه منتقل بشه. و کسایی که HIV AIDS دارن در اونها احتمال اینکه ویروس منتقل بشه و سرطان دهانه رحم بگیرن خیلی بیشتره. اینو واکسن صحبت کن حالا. خب همونطور که میدونین تقریبا سال 2006 که میشه حدود 6-7 سال پیش اولین بار این واکسن توسط FDA تصویب شد در امریکا، مرکز در واقع نظارت بر اداره امور غذایی دارویی، و توسط کمپانی مرک ساخته شد علیه اون زنجیره از ویروس که میتونه موجب سرطان بشه، زنجیره 16 و 18، البته 6 و 11 هم که خود زیگیل رو ایجاد میکرد علیهش این واکسن عمل میکنه و ایمنی خیلی خوبی داره، 100% پروتکشن محافظت میکنه آدم رو در مقابل ابتلا به ویروس. اما همه انواع سرطان دهان رحم با این ویروس 16 و 18 ایجاد نمیشه، 75% ایجاد میشه. برای همین وقتی کسی واکسن زد هنوز نیاز هست که بره پاپسمیر رو انجام بده و مراقبت های لازم، کاندوم استفاده کنه. پاپسمیر منظورت همون در واقع معاینه هستش که باید ماهیانه یا هر 6 ماه یه بار یا 1 سال یه بار انجام بشه، بستگی داره به طرف. بعد عارضه ای هم داره این واکسن؟ نه واکسن عارضه نداره، برخلاف چون اصلا ویروسش زنده نیست. واکسن یه ویروسی، یه بخشی از ویروسه و هیچ مشکلی خود واکسن نداره، فقط ممکنه هنوز آدم سرطان بگیره، حتما پاپسمیر رو انجام بده. خب غیر از واکسن، غیر از معاینه حالا 6 ماهه و 1 ساله دیگه چه راههایی هستش که بعد مردم توصیه میکنن؟ در واقع بهترین راهش بهداشت روابط جنسی، محدود نگه داشتن تعداد شرکای جنسی و استفاده از کاندوم و اینکه شرکای جنسیشون رو بشناسن، یعنی بدونن که چیه طرف مثلا چه سالم بودن سالمه و آره نیست. بله ممنون و سپاسگزارم از تو مثل همیشه. خوب